بسم الله الرحمن الرحیم بسیار خوشحالیم که در سال 1400 در اولین پنجشنبه افتتاح پنجشنبه ها رو در سال جدید آغاز کردیم و انشاءالله تا آخرین فرصت این دولت که آخرین فرصت ما پنجشنبه اید سعید قدیر خم انشالله خواهد بود به حول قوه الهی این افتتاح ها رو ما ادامه خواهیم داد این افتتاح ها علامت بسیار خوبی به عنوان تولید و نشاط ملی و شکست تحریم دشمنان ما هستند پنجاب و هشت برنامه در سال 99 داشتیم و امروز پنجاه و نهمین افتتاح پنجشنبه هاست و انشالله امیدواریم تا پایان دولت بتونیم این افتتاح ها رو ادامه بدیم ترهای بسیار مهم و عظیمی رو در سال 99 افتتاح کردیم از پالایشگاه های مهم، از پتروشیمی، از انواع ترهای آبی خاکی و همچنین حدود 5200 و دو صد البته نه در سال گذشته در کل دولت 5200 و صد که انشالله این 5200 و به پنجا و هفت صد خواهد رسید در پایان این دولت و همچنین تصفیه خانه های آب، فازلاب، پتروشیمی های بسیار عظیم و دو طرح بسیار بزرگی که ما در ماهای آینده در همین دولت پیش رو داریم یک طرح بزرگ ما که دیروز هم ما ویدو کنفرانسی در واقع با مسئولین پروژه صحبت کردیم طرح لوله گوره جاسک هست که هزار کیلومتر لوله گذاری هست که صادرات نفت ما از خلیج فارس به دریای عمان یک بخش بزرگش منتقل میشه و این بسیار مهمه در تاریخ ایران این اولین بار هست که دولتی این افتتاح عظیم و بزرگ رو در سال 1400 انجام میده و اون اینکه از امسال به بعد صادرات نفت ایران از خلیج فارس و از دریای عمان انجام میشه اونهایی که اهل سیاست و استراتژی و مسائل امنیت ملی هستن میدونن که معنای این حرف چیه و تا چه حد این طرح مهمه و از آغاز دولت یکی از تأکیدات من به وزیر محترم نفت این بود که یه همچون ترهی رو ما به سمر برسونیم در تحریم ما گرفتار یک مسئله شدیم و اون این بود که لوله های 42 اینچی که برای این کار لازم بود و دارای ویژگی های خاص این لوله هست تحریم شدیم لوله ها رو به ما نمیدادند و ما دچار مشکل شدیم الحمدلله در داخل تونستیم تولید کنیم و این گره در سال 99 باز شد و الحمدلله این طرح امسال افتتاح خواهد شد همچنین احیای دریاچه ارومیه که از ترهای بسیار مهم ما برای منطقه شمال غرب کشور هست و ترهای مهم آبی خاکی که انشالله افتتاح خواهد شد در منطقه شرق، در منطقه غرب و بقیه ترها و خوشحالیم که امروز در چند منطقه آزاد و یک منطقه ویژه ما شاهد افتتاحای بسیار خوبی بودیم پنج هزار و 800 میلیارد تومان ارزش این پروژه هایی بود که امروز افتتاح شد و بیش از پنج هزار نفر رو مشغول به کار میکنه که هم تولید برای ما مهمه و هم اشتغال برای ما مهمه مخصوصا امسال که در ادامه جهش تولید در پی پشتیبانی از تولید و همچنین رفع موانع از تولید هستیم که بسیار حائز اهمیته و انشالله این راه رو ادامه میدیم و این نامگذاری رو نمیگذاریم در حد نامگذاری باشه و در عمل در سراسر ایران اون رو مجسم خواهیم کرد و تا پایان دقیقه آخری که این دولت فرصت داره تلاش خودش رو انجام میده انشالله دولتهای بعدی هم همین راه رو ادامه خواهند داد مناطق آزاد برای ما بسیار مهمه و در این دولت سرمایه گذاری بزرگی برای احیاء مناطق آزاد شد برای توسعه مناطق آزاد شد و ما به برخی از مناطق ایران در سفرهای استانی قول دادیم برای منطقه آزاد و البته بلافاصله ما اقدامات خودمون رو انجام دادیم اقدامات در مجلس شورای اسلامی طولانی شد از مجلس به هر حال عبور کرد در شورای نگهبان دوچار مشکلاتی امیدواریم اینا هم حل بشه در همین سال 1400 و مصوباتی که سه چهار سال ما دنبالش هستیم اینا انشالله ابلاغ بشه و وعده ای که به مردم داده شده انشالله در عمل متحقق بشه خب مناطق آزاد ما از این نظر اهمیت داره اولا این مناطق آزاد همه در مناطق مرزی ما هست حالا یا در مرزهای جنوب هست یا در مرزهای شمال هست یا در مرزهای شرقی و غربی که البته مناطق شرق و غرب ترهایی است که در پی مصوبات اونها هستیم و دولت اونها رو دنبال میکنه برای اینکه سریعتر انشالله اقدامات لازم رو انجام بده خب این مناطق آزاد چون در مناطق مرزی است همیشه پیوسته با همسایگان ما هم هست و میتونه از لحاظ تجارت و از لحاظ تولید بسیار مهم باشه امتیازاتی مناطق آزاد داره هم برای تولید هم برای تجارت و هم برای سرمایه گذاری به این دلیل که این مناطق بتونه پشتوانه کشور باشه در مرحله اول پشتوانه استان باشه در مرحله دوم پشتوانه مردم بومی باشه در مرحله سوم که شما میبینید پیشرفتی که در کیش انجام میگیره مردم بومی این جزیره هم از این پیشرفت ها استفاده میکنن در قشم اگر انجام میگیره همینجوره مردم بومی جزیره قشم هم از این پیشرفت استفاده میکنن بیمارستان ساخته میشه مدرسه ساخته میشه دانشگاه ساخته میشه مراکز تفریحی ساخته میشه مراکز گردشگری ساخته میشه و به اضافه این که گردشگر وقتی وارد میشه سودش و بهرهش برای کل اون منطقه و برای کشور هست و مناطق آزاد ما باید اولا جاذبه تولید خودشون رو حفظ بکنن در مرحله دوم قدرت صادرات داشته باشن و خب قبل از این دولت در برخی از مناطق آزاد ما متاسفانه مناطق آزاد وارد کننده بودن جنس رو وارد میکردن حالا و هر حال مالیات کمتری بود مشکلات کمتری بود مردم میرفتن اونجا اون جنس که میخواستن از تروم بخرن از اسفهان بخرن یا از شهرهای دیگه میرفتن اونجا با کمی با قیمت کمی ارزونتر میخریدن میآوردن خب این خیلی ارزشمند نیست اونی که ارزشمند هست این که ما از ویژگی های این مناطق استفاده بکنیم و بتونیم تولید کنیم و صادر کنیم مخصوصا به کشورهای همسایهمون بتونیم مواد اولیه مورد نیاز کشور رو وارد کنیم اونجا انبارهای عظیم باشه بتونه پشتوانه تولید برای داخل کشور باشه البته مسئله گردشگری هم سر جای خودش بسیار مهمه گردشگری یکی از اهداف مهمی بود که این دولت از روز اول اون رو دنبال می کرد مردم عزیز ما می دونن که در این هفت سال گردشگر در ایران مخصوصا گردشکارهایی که از خارج وارد ایران می شدن، به دو برابر افزایش یافتند البته در این یک سال اخیر دچار وقفه شد هم در سال آخر سال 98 همه سال 99 و بخشی از سال 1400 هم باز هم مشکل خواهد داشت بخش گردشگری ما تا انشالله ما بتونیم با تکثیر واکسن چه با واردات واکسن چه تولید داخلی بتونیم شرایط این بیماری رو به گونه‌ای باش مقابله بکنیم که مردم بتونن سفر خودشون و گردش خودشون رو انجام بدن حتما شرایط مناطق آزاد ما از عواست امسال به بعد حتما بهتر خواهد شد در زمستان امسال در بهار سال آینده شرایط مناسبی خواهند داشت تشکر میکنیم از همه عزیزانی که در راه این مناطق فعالیت کردن از مدیر جدید هم که شروع به کار کردن با نشاط تشکر می کنیم و امید موفقیت در سال جدید برای همه مناطق آزاد داریم و السلام علیکم و رحمت الله و الله.